دادگر توانا شروع میکنیم. قضیه حریق قرآن کریم است به اتهام نورالدین که سارانالس علیش دعوا کرده. و جریان مختصر قضیه را گزارش از جناب محترم رئیس مشتاییم. خواهیست جریان قضیه را گزارش بدم. بسم الله الرحمن الرحیم. شهرت متهم نورالدین ولد قمرالدین ولد حاج جمعه، شغلش بیکار، سنش 30 ساله، 1392 مسکونه تریه نمک فروشی مرکز ولایت تخار. متهم مذکور به تاریخ 2/12/1392 از اثر اطلاع شاگردان و مولوی مسجد قماندان صاحب پیر محمد خان به اتهام حریف نمودن قرآن کریم توسط منصوبین ریاست امنیت ملی تخار گرفتار و غرض تحقیق و سارنوالی مربوطه معرفی گردیده است. سارنوال ما از در بعد از اکمال تحقیقات ترتیب تهمنامه و صورت دعوا اوراق دوسیه متهم مذکور را غرض فیصله محول دیوان امنیت عامه ریاست محکمه شهری تخار نموده است. دیوان متذکره تایی فیصله خط شماره 21 معرک 17/1400 متهم مذکور را در خصوص قضیه حریق نمودن قرآن کریم از ابتدای ایام نظارت توقیف دید طبق ماده 325 کودش ازا با مدت 5 سال هفته تنفیذی محکوم به مجازات نموده است. با ملاحظه اوراق دوسیه تا روال معذر و فیصله مزدوده نمبرکاو قناعت ننموده است. اوراق دوسیه از اثر عدم قناعت نورالدین محکوم علیه غرض غور سینافی و دیوان حاضا مواصلت ورزیده است. خب قضیه طور است که سارانالس در جزایی که محکمه ابتدایی حکم کرده به مدت 5 سال حبس تنفیذی، سارانالس قناعت کرده، متهم قناعت نکرده. از سارانالس میشتیم اگر حرفی برای گفتن داشته باشند. نورالدین نام قسم بوده که از طرفی شاگردای قاری خانه مسجد قماندان پیر محمد ساعتی 4 بجه صبح پیش از نماز یعنی گرفتار گرده. وقتی که گرفتار میشه میبینند که قرآن شریف در اتاق دیگر در داده شده و ایره تلاشی میگیرند از جیبش گوگرد و لایتر پیدا میکنند و در ورق 19 دوسیه هم نورالدین نام به جرم سواندن قرآن عظیم الشان اعتراف کرده و از کارش اظهار نظامات پشیمانی کرده و از طرف محکمه محترم شهری با مدت 5 سال حبس تنفیذی محکوم انزاق و مجازات گرده. از اینکه محکمه محترم حد اکثر مجازات به نورالدین نام دادن و فیصله شون قانونی بود ما باقی نداد. برادران گرامی، جریان را به خاطر از اینکه ما در قضیه بودم، تعداد بسیاری از علما وقتی اطلاع پیدا کردن که در قاری خانه قماندان پیر محمد خان کسی قرآن کریم را آتش زده، در اونجا بیشتر از 1,500 نفر تا 2,000 نفر علما و غیر علما و کسایی که از اهالی مردم و منطقه به دفاع از قرآن کریم جمع شده، تعداد از علما در اون مجلس حتما تشریف داشتن. در اونجا جمع شدن و علما به این نظر بودن که نمیجا یادم بالفعل به ارتکاب جرم حریق قرآن کریم دزگیر شده، باید همیجا محاکمه شده و به دار زده شده و به قتل برسه. اما طور بود مولوی صاحب. بعدن والی صاحب هم اونجا رفته بود، والی صاحب برای ما هم خبر داد که بیان اینجا قضیه خیلی مهم است، شما هم اشتراک بکنین در جلسه. رفتیم که جناب مولوی صاحب رئیس شورای علما که شهید شد خداوند مغفرتش بکنه، اونا جناب والی صاحب صحبتای داشتن و ما هم خدمت علما حرفای داشتیم، صحبت داشتیم. بالاخره فیصله بر این شد که یک هیئتی از مجموع علما جمع شوند و موضوع را در یک جمع کوچک بحث بکنند که همگی به خانه قماندان صاحب پیر محمد حدود 20-25 نفر از مولوی صاحبا با نمایندگی کل اشتراک کردند و در اونجا بالاخره به این نتیجه رسیدند که باید این متهم را به چنگال قانون سپرده شود، چون باور داریم که
هیچ قانون خلاف شریعت اسلام در افغانستان مریول اجرا نیست. هر چیزی که در مغایرت با حکم قرآن و حکم دین قرار بگیره مردود است و این قانون اساسی هم حکم میکنه و ما شما هم به عنوان مسلمان از گذشته ها به خاطر اقامه نظام اسلامی، به خاطر دفاع از قرآن، به خاطر دفاع از دین خون دادیم، جان دادیم، قربانی دادیم. 1.5 میلیون شهید تقدیم رای خدا ملت ما کرده که باید از اسلام و از قرآن دفاع صورت بگیره. بعض دوستا تصورشان ای بود که همین قرآن کریم ملکیت خاص چند تا قاری صیبا و مولای صیبا است. او طور نیست. قرآن کریم مؤمن به این ماست، هر کس مسلمان است مکلفیت دینی داره که از این قرآن باید دفاع بکنه در هر مرجع، در هر مقام و منزلتی که قرار داره. آفرین. برد وقت میتیم صحبت کن. بعد همه دوستا به این اتفاق کردن که باید قضیه به سارنوالی راجع شود، تحقیقات صورت بگیره و تحقیقات شد. حتی از این فیلم هم گرفته بودن از متهم حاضر در جلسه که قرآن کریم را چه قسم سوختانده و لایتر و همه چیزم از پیشش گیر آمده بود. دوستایی که در اونجا به قتل ازی باور داشتن، ما برشان گفتیم که از لحاظ شرعی جواز نداره که یک کسی را که مرتکب سوختن قرآن کریم میشد عاجل به قتل رسانده شد. باید او مدت 3 روز برش فرصت داده شد که توبه بکنه. چرا حریق قرآن کریم اهانت به قرآن است. کسی قرآن را اهانت میکنه کافر است، مرتد میشه. حتی قرآن کریم به پا بزنه کافر میشه، سر قرآن کریم بشینه کافر میشه. هر توهینی به شعائر اسلامی کفر است. کسی بریش یک مسلمان، بریش عالم که او به خاطر سنت پیغمبر مانده بریشش توهین بکنه کافر است، مثل کسی قرآن کریم را سوختانده باشه. کسی به مسجد، به آذان توهین بکنه کافر است. کسی به قرآن، به خدا، به پیغمبر، به روز آخرت، به رمضان، به روزه توهین بکنه، به حج توهین بکنه کافر است. بناهن این قسم مردم دو گروه هستند. یک کسایی هستند که از اسلام فطریشان که تا به حال از فطرت مسلمان بودن بعد مرتد میشن، مرتکب اهانت به اسلام و به شعائر اسلامی میشه، مرتد میشن. یکی کسی است که کافر بوده مسلمان شده دوباره کافر میشه و مرتد میشه. این دو گروه را در رابطه با هر یکی از این دو گروه احکام اسلام و فقها نظریات جداگانه دادن که با او چه کار شوه، با او چه کار شوه. کسی که فطرتاً مسلمان است و به اسلام بزرگ شده، رشد کرده، اگر مرتکب ارتداد میشه برای از این 3 روز مهلت داده میشه تا توبه بکنه و قابل کشتن نیست. و اگر کسی کافر بوده مسلمان شده از اسلام بعد رجوع میکنه و مرتد میشه، ای باز برش فرصت توبه داده نمیشه، ای آدم باید کافر به قتل برسه. مثل از اینکه یک یهودی میباشه، نصرانی، هندو، میاد مسلمان میشه پس مرتد میشه، اینا برش فرصت توبه برش داده نمیشه، وقت برش داده نمیشه. ولی کسی که مسلمان میباشه، از پدر و مادر به مسلمان میاد، رشد میکنه و بالاخره به عنوان مسلمان در جامعه بعدی مرتد میشه و مرتکب اهانت به شعائر دینی میشه و مرتکب کفر میشه، این مرتد میشه، این باید برش فرصت داده شه. نوردین خان بفرمایید. پدرت چه نام دارد؟ قمرالدین قصاب. قمرالدین قصاب. از کجای تخار هستی؟ از آهندره. آهندره. بله. چه مدت ایران بودی؟ ایران سال 1393 بود. 93. همون که بود. در کجای ایران زندگی میکردی؟ در تهران پارک چیتگر قصابی داشتم. آره. چون از لحجت میفهمی که تو ایران وقت سپری کردی؟ بله. از او خاطر پرسان میکردی؟ بله. در تخار چه کار میکنی؟ چه وظیفه داری؟ در تخار قصابی هم میکردم، جلابی هم میکردم، دهقانی هم میکردم، کفتروازی هم میکردم، مرغوازی هم میکردم، هر شغل بوگی برد بودم. بسیار خوب. ماور چقدر درآمد داشتی از باب قصابی؟ چقدر پول درآمد داشتی؟ ما 50,000 سرمایه داشته باشم
کارم بیخی 120 سال نخ اصابی هم چیزی سگرت نسوار چرس چیزی هم ما هم سگرت میزنم هم نسوار میزنم هم چرس میزنم سه چیز هم؟ سه چیز دیگه چیز خونه میزنم؟ نه بسیار خوش مکتب خوندی؟ مکتب 4 سال خوندیم بله تو یک معلم ما هم بسار چون تراکه معلم ما هم لد کردم گرفته رفتم باز مکتب ایلا کردیم؟ مکتب ایلا کردیم خب شما میفهمید که جنتری دارید امروز تاریخ چند است؟ تاریخ شاید بلند هستم که هوا بسیار گرمه است نه تاریخ روز؟ تاریخ روز 9/3/1400 14 مقصد اما قشن میفهمم که ماه ثور است ماه جوزا؟ جوزا ماه ثور با جوزا تبدیل شد در نزدیکی موسا گرمی شد نه؟ آره قبل از دور است بعد از دور ولی برفیل هم بگم محتلیل است نه 12 نه 11 و نیم بخاطر از این پرسان تا میکنم که باش که سطح سویت و تعلیمت چقدر؟ سطح سیادمندی خدا میخواهیم امرای مولای صاحبای درست ما بوجا قد 500-600 مولای برنام شدیم اینجا گب پینوان نگو اقل بود ما مسجد پیرمت که از باید رفت رفت مسجد صدقال دنبال میکنم در کدام فکر هستی؟ خیال بلا میدونی در اینجا سر چوکی سادا خب تو همی قصه چیز را بکن قصه مسجد پیرمت را مسجد پیرمت را چی میگی؟ پیرمت خودش در مسئولیت از صدق بالا با ما نشان بده مسجد صدق بالا چقدر قرآن شریف سو او را با ما دنبال بوده او در کجاست؟ در کجا بود نبود از قضیه پیرمت کده پیش بود بود نبود مالا شیبا بری کی کده ای کار؟ امیر کی کده ولی ما از خود بود امورا ولی ما از خود جمعا ما نوامده ما خبر ندارم خبر نداره چرا بود گرم ما که مسئولیت مکتب پیرمت ما گرفتیم که او را بگو از این حادثه که پیش شیده بود نشیده بود خب او را پرسان میکنیم ما او از نا در زرشوی کار میکنم مینیمی حادثه را کشی نیدم در مسئولیت پیرمت دنبال شد مسئولیت پیرمت من اگر من گرفتم ولی مسئولیت او را پیدا کنم با ما خورم پیدا میکنیم ولی تو کمک کنی که تمام خب بگو کمک میکنی که پیدا کنیم او را پیدا کنم من میفهم میسا باش صحیح تو جریان قضیه مسجد پیرمحمد را اگر بگویی که پیش از اینکه در مسجد بیایی شو در کجا بودی استراحت کردی؟ مسجد پیرمحمد اینال جناب گب قصه بگو برمون گب در راستی آمد چی؟ امون شب ما در پیش خانه دو منزله دارم در دو منزله سر بام خوابیده بودم بله امون جا از خانم جدا خوابیدم سر بام قر بودی خفه بودی قرم بودم نبودم اینمی قضیه ای که در خودیان روح دادن تا ولی ما امون شبا بسیار احساساتی بد میکردم سر خود او قدر مسجد هم نمیرفتم اینمی تو بدبین بودم دیگه خلاص می آمدم دم لبای سر خدا دراز می انداختم که ما این ایتری نفر شدیم ما کلام هم خراب شده و ما شوا چکپان اجرا میکنیم بود با زمان ضرور زمان بود با این چکپان سر خوردیم با این چکپان سر خوردیم سر دروازه پیرمان آمدیم یک صدای بلند در گوش ما آمد صدای چی بود؟ الله اکبر همین یک تعداد بچه ها دوید مرا از دستم گرفت آورد در خوشخانه زیر شان ما گفتیم خیلی از این طفلا برادر خودم از گبی ندارن نماز صبح قدشان میخوانم میرم خانه خود گفتم چند بجه بود؟ تقریبا 3:30 بود 3:30 در کجا تو را گیر کدن از کجای این مسجد؟ از همین دن دروازه پیرمت خب همین دن دروازه پیرمت گرفت بود در منزل زیر شان ما گفتیم گبی نه منزل زیر هیچ گبی نبود در منزل بالا که کشید دیدم که یکریم داریم قرآن شریف در داده شده بودم امی فوراً دیدم که وجدانم قبول نکرد خدا اینم بود سر شهید انداختم گفتم ما را مولای صاحبا جمع شد با تعداد لطکوب هم گفت گفتیم امیر ما کردیم چی میکنی؟ امیر ما کردیم ما یک مولای صاحبا ازنه خودمون بود از اونجا قرآن شریف دیگر را گرفت سر اینجا موند دیگه هیچ گپی نشد این میدن نصبش سخته بود هیچ گپی نشد بعد دنه اینجا قرآن شریف بود بعد ما را جناب بسار استاد کرد تا نماز دیگر بود دیگر بود مرا در چی در پولیس سرازی تاول کرد یک زنجیر انداخت در پولیس سرازی تاول کرد مرا آورد همیجا آورد همیجا بود برد پایان
از پران باید ایجا آوردیم یک چند مدت پیش ببرمایید. شما که چهار بچه که داخل از قاریخانه شدید لایتر ما جناب جیبت بود و از کجا کدم؟ جناب ما لیترم در جیبم بود، گوگردم بود، چرسم بود اما در نرخ چیزم لیترم یک تعداد عکس ستاره زدگی بود، لیترم خالی بود، با توسط گوگرد ما چرس میزدم. لیتر خالی بود؟ بله. گوگردت گوگرد داشت؟ گوگردم گوگرد داشت، ما چرس میزدم. که الله اکبر بدت آمد آزان بود چی بود؟ نه هیچ آزان مازان نبود، یک احساساتی وجدانی میگرفت یک الله اکبر بودم بچه ها دوید دجانم بعد از دستم گرفت مرا برد در مدرسه گفتم گبی نداره بودم یک تعداد یک دقیقه پس کلامش آمد که دیدیم بعد مرا ایستاد کرد بعد در منزل بالا که بود منزل بالا قرآن شریف در دار بود دیدیم گبی قرآن شریف بود من در گردن نگیرم بودم کسی در گردن نمیرم من در گردن گرم چرا که من در اردن نه سوگان یاد کرده بودم ما گفتیم چرا گفتیم دین باشه نمی دین هست حفاظت کردم باشه اینمی حفاظت کردم بیا ما بود ما از این ما حفاظت کنم که چی میشه یا کشته میشم یا دادار سازه میشم. خب که تو به گردن گرفتی چه قسم به گردن گرفتی چی گفتی؟ بزرگ اشکنجه به گردن ما تلک کرد. چی گفتی؟ گفت تو درد داری؟ گفتم بله. گفت تو گوگرد هم داری؟ گفت لیتر هم داری؟ گفت درد داری؟ گفتم درد ندارم. نه درد داری؟ گفت گفتم برو سعیش ما درد کرد ما درد دارم. گفتم چی میکنی؟ مرا میکشی چی میکنی گفتم این همه دیگه گفتم اینه تا این بوده ما در کونی زندان هستم قطعه هم دیگه والای خود در ساعتم دیرم یک پرسان دیگه بکنیم که از گوگرد استفاده کردی از لایتر لایتر خود میگی گاز نداشت خدا شاهد است ما چهار تا طفل دارم یک قرآن جاری وقت در داده باشم هر چهار طفلم در بگیرم دیگه با را در کی میگه؟ دیگه با بناو سر ما کارجوری نشده دیگه با در مسجد صدقبال هم شده باید با جرمی اینمی مسجد صدقبال ما اینمی جرمی قمانو پیرما در کلا گرفتم که چرا جرمی مسجد صدقبال سر خود ثبوت کنم بودم قاضی سر گو قلم ناب گرفته کرده سرپوش در سر جیب ما سارانوسی مکرم مال سارانوسی چون مدعی است و از این پرسان میکنیم که چه دلیل داره سر خودت که دعوی تو میگی که من قرآن کریم رو در نداده سارانوال سر میگه که امی نوردین در داده میتونی قطعی از این سوال کنم حالا ما پرسان میکنیم از ما منصف چیدی از قضو جواب بگیدیم حالا ما پرسان میکنیم ساران سر دلائله که الزامیت نوردین را ثابت بکنه و این در جلسه قضایی منکر است دلائل اثبات دعویتون چی است؟ اول پنج سال حبس کرده اما خطی دعوانه داره کنند کنند حالا زیاد کنند کنیم به یه پنج سال در حضور این مولای سهبا زیاد مولای سهبا اعتراف کرد من کنیم به دلیل از کرده خود ناریم شایمان از مولای سهبا چی کسی حضور داشته که در حضورش را اعتراف کرد اقراف کرد؟ ما هم ما بودیم از یک کس بستا چند جواب؟ جناب بسا داشتش میکنیم پیش از اینکه من در یک گفت بیریم بیشتر همه سخنان هر گفت همه رو مستقیق هدیدم که من سخنان رو بزن بگم آره بسید خب جناب رئیس همه گفت باری مالی سبام ششتا و خودتانم اما حقوق و مسائل حکم و زجر و تحذیر و ایچیزا رو میفهم برخی مسائل ها ندرتن پیدا میشه چون نادر پیدا میشه اگر چیز عمومی میباشه شکل قتل است مسائل های مثلا زنا هست، شرب خمر است، قذف است، سایر دیگه مسائل هست اما حریق قرآن، سوزاندن احراق قرآن کریم، دوتن ما خصوصا بسیار امر یک جدید و حادیث بود درست است از امون کسی که مرتد میشه و از دین اسلام توهین میکنه و فرمودی شما حتی به یک سنت عادی توهین میکنه از اسلام ما خارج میشه حق به اخراجش میتیم بعد تجدید ایمان اما روید یک مسئله نادر و ندرت که میپیونده و مردم بسیار هیجان میشه هیجان زده میشه ملت ها همه با
با سر و صدا در می آیند، یکی ده فامیده و یکی ده نفامیده. همین حکمه ها پیشتان بسیار مشخص است جناب. اگر حکم قصاص است که پیغمبر خدا میگه که ولکم فی القصاص حیات، الله متعال میگه که ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب. مسائل های تعزیر است، یه حد تعزیر ایره چقدر چی اندازه مشخص شوه و با کی داده شوه، چی قوادر وقت و حبس شوه، ایره فقاه اسلامی ایره چی قدر گفته. در میتو یک موضوع اگر حکمه ها علنی از نصوص ثابت میشه، چی نسل حضرتیس است چقدر حد زده شود، جلب چقدر زده شود. اما موضوع اینمید که یک چیز نادر به خاطر حفظ صلابت یک حکومت خواهیش علما همیست و خواهیش ما ملاها و تقاضای همیست اینمی ملت اینمیست که با آرزوهای از این ملت حفظ شود. تقدیر شود، قابل تقدیر هم است. ما شما می فهمیم که حکومت و عدلین یک مسئله داریم و سیاست حکومت خود داره. سیاستاً حکومت یک چیزی را انجام میده که او در نصوص قرآن کریم صراحتاً نیامده و برای حکومت اجازه داده شده از طرف حکومت اسلام ما فقهای اسلامی که یک حکم زجرن باید اینجا حکم بکنه از پیش خود. امی رقم انسانی که حریق قرآن می کنه در وطن ما بسیار به ندرت هست و تعالی رایی تحقق پیدا نکره، این باید از طرف علما و از طرف ابی سیاستن زجرن که دیگه تکرار نشوه. این آدم باید به موعد شکلی که سوختان در قرآن کریم از آیه کنه همین تو دیگر را جرب نکنه. این من فکر میکنم پشت از این قضیه بسیار یک کلام دستای دیگری وجود دارد، حلقه دیگری وجود دارد، با دمیک اخلاقات شکستانده شود همینو به جزای عملش برست. اگر ما مسئول هستیم خودتان بفرمایید که بسیاستن یک نفر اگر دوزم نباشه حکومت شریعت میگه برو دست سواکی میسونمی قطع کنه در بسیاری چاو گویزان کنه که دیگر را بفهمه که دیگری ولی جزای از این نمیستن. خواهیش ما همیست دیگر. اینا سالان سبگام در حضور جمعی از علما اعتراف داشتن. شما در مجلسی که بودن اعتراف شما شنیدیم سر. چی گفت؟ اگر سنی تلقین میشد از دیگه طرف بگو چی گفت؟ الهام میشد و ما اعتراف از این یادم شنیدیم که من نیست به شب آمدم، من به قرآن سوخت کنم، اینمی گوردم هست و همو کسایی که طالب بچه و حافظای قرآنی که در اونجا بوده بسیار به دست بسته ایره دگیر کردن. وقتی پسانی قدر میده تونانی پیر شده اطمان این فکرش در شوشش می آگان تا الهام میده بدرش بدرش دیگه و دیگه. ما شما یک خواهش میکنم یک وعده است رئیس شما در موقع کرده بودیم که وشت سری از این قضیه هم به نفرهای دیگه را پیدا میگیم ما مرم شما میزبونی کنیم. یکی موضوع هم این پنج سال قضیه پنج سال که رئیس بینا گفتن که پنج سال امیر حکم شد از دیدگاه همون قانون اساسی است یا از فکر از علما دیگه چه کسی شنیده بود در فضیره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. جناب رئیس محترم، موضوعات علمی شه احکام الله را از احادیث شما بیان کردید. مولوی سیم از کمیسیون شورای علما هم نظراتشون ابراز کردن. گفتین که چی دلیل هست؟ نه گفتن این منکر است، این منکر است. اظهاراتی که دولو حضور علما گفته بود کی شنیده و چی از حیات متشکل از ریاست سارنولی، شورای علما، حج اوقاف، مقام ولایت، ریاست امنیت ملی، قماندانی امنیت که غالب سیمان در وجمه نبودن. ما در نخست رفتیم در محل واقع در اونجا. رفتیم که قرآن عظیم شان اونجا حریق شده و تعداد تقریبا 5-6 جو یک میز هم نسبت حریق شده و تصویر برداری شد. منصوبین پلیس اونجا تصویر برداری کردن، عکاسی کردن. بعد از اونجا 4 نفر طالب علمی که نخست با این آدم مواجه شده بود که در حین ما زمانی آمدیم وضو گرفتیم می آمدیم که در کلاس درسی بشینیم که به درس با تکرار خود آغاز بکنیم، اینجا آمدیم که قرآن عظیم شان در حال حریق است، دود بسیار زیاد است و این آدم استاد است. این را محکم کردیم و از 4 نفر از طالب العلم اظهارات جمعی هیئت متشکله در اونجا گرفتن. بعد از او آمدیم پیش از یادم در نظارتخانه امنیت. این قسمت از اینکه شما سر کن رئیس ایران رفته، قصابی میکنه، جلابی کرده، مردکاری میکنه، زرشویی کرده، 2 سال در اردوی میلی سرباز بوده، با این چه رقم اصاب خراب است؟ گپش تمام، سری گپش حاکم است، با فکر کامل گپ میزنه،
در نظارت خانه امنیت آمدیم اما رقم خود به دیوانگی انداخته بود اخیرا اقرار کرده اونجا ولی همین کار کردیم و در این جلسه هم امیر قاضی قمان حریق قرآن در مسجد قمان سید اقبال هرگز اینجا مطرح نبود این را یادم یادآوری کرد قبل از دو بار دیگه هم حریق شده یکی یادآوری میکنه خودش کرده که بار سیوم است که اینجا گیر آمده خانهش از مدرسه قماندان پیر محمد از او دارالحفاظ 15 الی 20 دقیقه فاصله دارد این چیتو در ساعت 3 بجه از خانه میخیزه با عزم راسخ میاد در مسجد قماندان پیر محمد پایان در وقت هوا سردم بوده داخل مسجد میشه طالبان در اتاق خواب است میره در کلاس درسی میره قرآن عظیمشان حریق میکنه از جیبش هم اونمو لایتر پیدا میشه گوگرد پیدا میشه داخل گوگرد میگه چرس بود چرس هرگز اونا گفتن چرس نبود گوگرد بود لایتر بود این دلایلی است که یادم قرآن عظیمشان حریق کرده اما میواد استتابش که سیر از اونجا شریعت تعیین کرده از اینکه بعد اون وقت یادم در محضر عام چیز میشد مدت طولانی را در بر گرفت حالا اون چیزی که قانون ایجاب میکنه قانون نافذه که یک جزای تعزیری است ایجاب میکنه خواهش علمای تخار خواهش مردم تخار میست که این آدم قابل رأفت نیست این تکراری هست با عزم راسخ آمده این کار انجام داده همین هم در این محضر چندین دا گفت که من حریق قرآن به دوش گرفتم وقت تو نکرده باشی چرا به دوش بگیری اگر این تکلیف داشته باشه دیوانه باشه دیوانه چرا یک کار دیگری رو نمیکنه خواهش ما در جمع همین جناب رئیس خواهش علما خواهش ملت تخار در جمع نمیست که آدم قابل رفعت نیست آن چرا که قانون جزا تعیین کرده اما آخرین جزا باید درجه داشت ما مسجد جمعه خانه را دقیقا نمیگیریم جناب خود را دقیقا میگیریم نوردین خان بله کلمه شهادت بلد هستی بله بخوان تو کلمه اول کلمه طیبه لا اله الا الله محمد رسول الله آه. یک بچه دارم اسمش عبدالباطن خاکسار من چوتو دین خود توهین میکنم یک گفا توطیه انگلیزانه شده سری ما ملت افغانستان توطیه انگلیزانه شده ای کار یهودی ناسارا در ملت ما رو رختانده با یک میل با یک قرآن کریم سختاندن ولی کم نمیشه ما قلب ما قرآن کریم هست دین ما قرآن کریم هست چشم ما قرآن کریم هست مغز ما قرآن کریم هست دقیق اگر ما فورا احساساتی شده یکی همدیگری خود با کشتار نمیرسانیم خیلی است که مالای صاحبا سری ما احساساتی میشه و سری ما کفت میگیره ما دقیق اگر هیچ نمیکنیم فردا مردیم جنازه ما را همین مالای صاحبا میخوانم ما خیر است که یک عوام بسواد بودیم اینا خیر است اینا علم و مفکوره داره اینا خیر است که درس نظامی نخوندن ما درس نظامی هم خواندیم با درس نظامی هم اینا را قبولش میتیم اینا صحیح یک تعداد سوزادی میشه اینا صحیح همیشه در محراب مسجد است چرا؟ قبول ازمی خودت اول همون جمعی بود که من در اردوی ملی بودم کسی مرا تحریک کرد که قرآن بود نه ولی تو میدان میدونم من میگه باید بود وسته نه ما کماندان طوله خدا یاد داشت دارم کماندان کرنگ خدا یاد داشت دارم میتونیم قطعا ما در مخابره با تا ما شویم ما چی فرزندی پیش از او تربیه شدیم چی نظم اسپلین و اتحاد جو تربیه آموختیم ما خدای ناخواسته ایتا چوچه انگلیز نیستیم بابای ما آجی جمعه خان نام داشت یک کاکای مالای سیم نورمامد آخون نام داشت و شهید او مر مالای سیم نورمامد اگه میشناسید یعنی شما در شما گفت بخواهی جناب رئیس خب بر ترتیب گفای زیرا شنیدین دفاعیه که ترتیب کرده حاضر نشده که وکیل بگرم چون قضیه بسم الله الرحمن الرحیم جناب رئیس مجلس نماز بلندتر اینجا نمیرودیم فرزند قمردین والده حضرت جمعه خان در حالی که زهلت کامل شریع و قانونی خود برخوردار بوده آمده باشم طبق ادایت ماده 31 قانون اساسی تفقیقه شد در برابر سراد دوای سلامات سر معذف که او هم مانی من متصف با صفات فوق قد اساس قضایی حاضر چنین دفع و رد می نمایم خوشیدن جریان قضیه طوری است که من مشکل و تکلیف روانی دارم و در خانه سر و صدا نمودم و صاحب مسجدی که در آن صاحب زندگی دارم بعد از سر و صدای زیاد من به مسجد رفتم ولی از جریان این که من قرآن کریم را حریف نموده باشم واقف نیستم
که در پیوند به قضیه قرآن حریق قرآن کریم من را مردم محل گرفتار و اپای تحقیق کشانده شدم. این بود جریان قضیه بیان کردم. رد دلایل الزام. یک، گرفتاری متهم از داخل دهلیز در سیق قبل از نماز، در حالی که من در خانه با خانواده هم سر و صدای زیاد کردم، دیگر هیچ طاقتم نشد. بینان من در مسجد رفتم و تکلیف روانی دارم. خود را کنترل کردن نتونستم، ولی از حریق من یاد ندارم که چنین کاری را انجام داده باشم. زمانی که من را طالبان در دهلیز دیدن، فیلفار علی من چنین دعوا نمودن. دو، اعتراف ابتدایی اش که از این که من را در ابتدا گفتم که تو حریق نمودی، من نمیدونستم، خاموش شدم و گفتم خدای نخواستم مرتکب چنین جنایتی شده باشم و اگر چنین کاری را کرده باشم ندامت و پشیمانی دارم، چون یک مسلمان هستم و معتقدات دینی هم باور و یقین کامل دارم و ندونستم که چی عملی را انجام دادم و یا خیر، که هنوز هم در شک و گمان هستم و نمیدونم. سه، نظریه حیات متوضیح شده در حال که قرآن کریم حریق شده و هیچ شخصی هم ندیده که کدام شخص مرتکب عمل شده و صرف من را در ساحه دیدن، نمیدانم که در خانه بالی هم فشار آمده و مسجد رفتم، ولی یاد هم نمی باشد که من چنین کار را انجام داده باشم. چار، شهادت شاهدان محل واقع هم من را در حین حریق ندیدند که در مسجد دیدم. تعداد زیادی طالب علم ها بودند که حریق صورت گرفتند. فیلفار گمان بالای من نمودند و نیز به یاد خودم از حریق و یا اینکه قرآن کریم را در داده باشم به یادم نیست. پنج، بعد از آمدن لایتر گوگرد، در حالی که من سیگار میکشم و همیشه لایتر و گوگرد در نزدم میباشد، بینان از خطا و اشتباهی از من سر داده باشد، من عمل عمدی را انجام ندادم، بلکه در حالتی که من ندونستم که چی کردم و چی عملی انجام دادم و از جریانی که به مسجد رفتم مرتکب چین عمل شده باشم نادیم شرمان هستم. حضرت محترم و حضرت پسند، بینان از پیشگاه رئیس و اعضای محترم جلسه قضایی حاضر، با کمال احترام میخوام و طلب دارم که حکم عادلانه خیش را مبنی و برعاتم صادر فرمایید. سارانول مکلفیت از این داره که در قضای جزایی مطابق احکام قانون که در مغایرت با احکام شرعی نباشه دعوای خود را در تقدیم محکمه بکنه. محکمه سارانول در مرحله ابتدایی ماده 325 کد جزا را که در او توهین و تحقیر و تحریف احکام شریعت و تحقیر ادیان اسلامی و ادیان دینی است مجازاتش را پیش بینی کرده. ماده 325 کل جزا میگه شخصی که معتقدات یا احکام دین مقدس اسلام را توهین یا تحریف نماید به حبس متوسط محکوم میگردد. حبس متوسط میادش از یک سال تا پنج سال است. از یک سال، یک سال یک روز، یک سال یک ماه، دو سال، سه سال، چهار سال، چهار سال و چهار نیم سال تا پنج سال. اینمی میاد حبس متوسط است. مولیس رئیس شورای علما و تعداد دوستای دیگه که موضوعات حقوقی را بلد هستن و قانون مطالعه دارن، اونا بیشتر میفهمن که ما حبس قصیر داریم، حبس متوسط داریم، حبس طویل داریم، حبس دوام درجه دو داریم و درجه یک داریم و آخرش اعدام است. محکمه ابتدایی مطابق ماده 325 به اساس خواست سارانوال در قضیه آخرین میاد حبس متوسطه که 5 سال است حکم کرده. سارانوال سوا میره قناعت کرده، اعتراض نداره و گفته که ما دیگه از این بالا در همی پیوند به همی قسم یک جرم از این بالاتر جزا نداریم. اگر جزایی می بود سارانوال باز در این مرحله استینافی اعتراض میکرد که ما مثل که قضیه قبل را 30 سال محکمه ابتدایی حکم کرده بود، سارانوال سب قناعت نکرد، گفت به اشد مجازات ما جزا میخواییم که محکمه استیناف اعدام حکم کرد.
در این قضیه هم سارانوال صاحب از 5 سال بالا موردی نداره که قانون پیش بینی کرده باشه تعزیرا جزای زیر بالا بکنه. از این خاطر سارانوال صاحب قناعت کرد. در پایان جلسه هستیم. بعد از اینکه اعتراض نوردین خان را به حکم محکمه ابتدائیه شنیدیم و مدافعاتش را و نظر اهل مجلس را و جریان اوراق تحقیق و دوسیه و فیصله محکمه ابتدائیه را بررسی گرفته شد، هیئت قضایی مصمم شد تا تصمیم قضایی خود را اتخاذ بکنند و حکم محکمه را در پیوند به قضیه ابلاغ میکنیم. ما هیئت قضایی دیوان رسیدگی به جرایم امنیت عامه و جرایم ناشی از فساد اداری محکمه استیناف ولایت تخار در جلسه قضایی علنی منعقده تاریخی نوی 3/1400 در حضور داشت طرفین قضیه به اتفاق آرا طبق ماده 45 قانون تشکیل و صلاحیت قوی قضاییه و فقره 1 ماده 267 قانون اجرات جزایی فیصله نمبر 21 مورخ 1/1400 صادره دیوان رسیدگی به جرایم امنیت عامه و جرایم ناشی از فساد اداری ریاست محکمه شهری تخار را تایید و تو نورالدین ولد قمرالدین را در خصوص قضیه حریق نمودن قرآن کریم طبق هدایت ماده 325 کود جزا از ابتدای ایام نظارت توقیفی مورخ 2/12/1399 به مدت 5 سال حبس تنفیذی محکوم به جزا نموده. در اخیر جلسه دو سه نکته را می خواهم اشاره بکنم. اولی که محکوم علیه حق داره که فرجام خواهی بکنه، از لحاظ قانون یکم قطعی و نهایی نیست. موضوع دوم را از اشتراک کننده ها تشکری میکنیم که دوستا همه با اشتیاق تمام و با حوصله‌مندی در جلسه اشتراک کردند و دو جلسه علنی را با هم شنیدیم.